درود و مهر با برنامه گردانه تاریخ در خدمت سردبیر فصلنامه وزین فریدون و همچنین عضو حزب ایران نوین هستیم جناب آقای علیرضا کیانی جناب کیانی خیلی خوش آمدید خواهش میکنم درود بر شما درود در گردانندگان در واقع این دست برنامه ها و این برنامه ویژه خواهش میکنم به نظر میرسه که در تفکر پادشاهی خواهی میان ملیگرایی و مدرنیته یک پیوندی وجود داره حکومت پهلوی و گفتمان پادشاهی خواهی توانست که ملیگرایی رو که مبتنی بر سنت های ملی مانند نوروز و زبان فارسی و تاریخ چند هزار ساله هست رو با مفاهیم مدرن دنیای معاصر که اتفاقا اکثرا نتیجه اندیشه های سیاسی جهان غرب بوده پیوند بده از نظر شما این پیوند چگونه شکل گرفت و آیا در آینده هم به این پیوند توجه خواهند کرد ببین خیلی خیلی پرسش خوبیه چون به اصطلاح شما وقتی که این بحث رو مطرح می‌کنید که ناسیون ایمی همپرستی ایرانی با امر مدرن چه نسبتی داره در واقع همون ای که من در آغاز بحث مطرح کردم که میگن آقا این ما, ما نیاز داریم به پیشرفت ما نیاز داریم به نجات پیدا کردن از این وضعیت خب این چه ارتباطی داره با این بحثایی که بحثای تاریخی که شما مطرح میکنید چه ارتباطی داره با وضعیت ما دقیقا همون بحثه ولی اجازه بده من یک نکته رو که در پاسخ پرسش قبلی در پرسش پیشین شما به اصطلاح جا مونده بود پس پاسخم اون رو بگم در مورد بحث به اصطلاح رضا چون به نظرم واجب هستش که اون رو یه اشاره بکنم بعد میرسم به این پرسش حضرت عالی که چرا اساسا میخواستم این رو بگم که یه یه بحثی داره دکتر جواد طباطبایی که در مورد رضا و پاسخش به نقدی که همایون کاتوزیان به یکی از مورخان مصدقی بر رضا وارد میکنه پرسش قبلی حضرت عالی به این اشاره داشت که اولین حرکت مدرن سیاسی در ایران چی بود امر سیاسی مدرن بنده گفتم که با به اصطلاح از آگاهی ملی از آگاهی به فقدان در واقع امر مدرن در کشور آغاز شد در مشروطه و پس از اون در دوره رضا به تعالی رسید و اونجا اینجاست که به اصطلاح ما میتونیم با دستاوردهای رضا شاه رو که میبینیم که از جمله بخشش در دستاوردهای حقوقی و دادگسترانه در واقع تجلی داره میتونیم به این انتقاد انتقاد که چه ارز کنم تخریبی که در واقع مورخان چپ و اسلامگرا انجام میدن که رضا شاه رو مستبد و خودکامه مینامند در واقع پاسخ بدیم بذارید من از خود زبون زنده ها دکتر جواد تبا طب پاسخ بدم دکتر تبا طب توی اون چون همایون کاتوزیان صرفا به رزاشان نمیگه خودکامه بلکه حتی میگه این مدرنیسم رزاشایی شبه مدرنیزم بوده که خیلی این عبارت شبه مدرنیزم جا افتاده در حالی کسی معنای محسل و خاصی نداره شما یه امر مدرن داری یا نداری دیگه حالا شبه مدرن اصلا معنی نمیده مثل این میمونه که در واقع یک کسی لج داشته باشه با یه نفر بعد به سلاب موفقیتی حاصل کرده باشه یا فرزند Uh, لباس خوبی داره پوشیده باشه فرزن اون روز بذارید مسئله رو خیلی ساده کنم بعد بگه نه اون قدرام که فکر میکنی مثلا لباست شیک نیست یا اون قدرام که فکر میکنی دستاورد بزرگی مثلا به دست نیاوردی خب uh, حکایت مورخان مصدقی از پهلوی ها خوششون نمیاد میان مفاهیم جل میکنن مفاهیمی که میگم هیچ بگراندی نداره شما یا امر مدرن داری یا نداری شبه مدرنیزم در واقع دیگه چیه به اصطلاح چون همونطور که گفتم دکتر تبا تبایی به اصطلاح در پاسخ میگی که تجدد یه روند تاریخی طولانیه تو غربم که نگاه میکنید تاریخی در واقع داشته از یه جایی به یه جای رسیده تجدد یه امر در واقع یک باره نیست یک امر ادمی نیست این گونه نیست که من امروز اراده کنم و ژاپن بشم این گونه نیست که در واقع من امروز اراده کنم و فردا که فرزند جمهوری اسلامی کنار زده شد انتظار داشته باشم که در واقع من بشم بریتانیا و قطعا این گونه نیست خاطر اینکه تجدد یه روندیه که شما بیفتی مهم اینه که تو اون مسیر قرار بگیری چون تو مسیر که قرار بگیری بسته به به قول معروف پروژه های که میریزی میتونی در واقع خودت رو امر مدرن رو در کشور محقق کنیم به همین علت صفت خودکامه هم برای رضاشاه درست نیست صفت استبدادی هم برای مستبد برای رضاشاه درست نیست دکتر تبا طب تبایی در نقد امایون کاتوزی میگه که شما چجوری میتونید به اصطلاح به رضاشاه بگید خودکامه و مستبد در حالی که این رضاشاه بود که دادگستری رو در ایران بنیان گذاشت نظم حقوقی مدرن رو به ایران آورد در دوره در واقع با همت در واقع با اراده رضا شاهی و به اصطلاح به همت بزرگانی چون علی اکبر داور بود که اختیارات ویژه گرفتن از پارلمان اون دوره و رفتن در واقع به اصطلاح حقوق مدرن رو در ایران به اصطلاح بنیان گذاشتن به تعبیر دکتر طباطبایی ویژگی استبداد ویژگی خودکامگی در واقع تعطیل نظام حقوقی فقدان به اصطلاح حکومت قانونه و شما بیا ایرادهای دیگه به رضا بگیر اما نمیتونی به رضا شاه بگی خودکامه خودکامه کی بود ناصرالدین شاه چرا چون هرچی اون میگه باید اجرا میشد با به تعبیر اون پادشاه فرانسوی فکر میکنم لوی 14 بود میگفت دولت منم قانون منم همه چی منم یعنی اینو که ولی رضا در واقع میاد و یه آدمی مثل علی اکبر داور رو میاره ولی اکبر داور یه تیمی رو جمع میکنه از پارلمان ویژه میگیرن که برن نظم حقوقی تدوین کنن و اصلا خنده که در واقع شما به کسی که دادگستری مدرن میاره در کشور آخوندها رو پس میزنه بگید در واقع مستبد و یا خودکامه تعبیر خودکامه عمیقا برای رزاشا غلطه من پیشنهاد میکنم به سلام من این مواسی که اینجا میگم جای دیگم گفتم و واقعا دوست دارم و علاقه من هستم الان که پهلوی گرایی پهلوی دوستی پادشاهی خواهی فراگیر شده در بین جوانان ایرانی از جمله خودم البته من اونقدری هم دیگه جوان نیستم 38 سالمه ولی به هر حال در موردش بخونیم پایه های استدلالیمون رو با هم دیگه صادقانه مثل همین جلسات یعنی شما اگه منو دعوت کنید جلسات دیگه تو اگه سخنران دیگه میارید منو ممنون هم میکنید اگه من وقتش رو داشته باشم و بیام از همدیگه یاد بگیریم برای چی؟ برای اینکه ببینید بخشی از مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی و پس زدن این رژیم هم است که بسیار مهمه ولی اون بخش دیگه مسیر اینه که شما چه نظمی رو میخواید جانشین این نظم کنونی بکنید چرا هنوز که هنوزه در واقع بخش بزرگی از ملت ایران در تظاهرات های خیابانی حضور پیدا نمیکنند؟ مخالفت خودشون رو به صورت عملی نشون نمیدن مخالف که خیلی ها هستن یعنی میشه گفتش که در واقع جز معدود حامیان جمهوری اسلامی رو که بذارید کنار به همه مخالف وضعیت کنی هستن همه هم, هم خانه رفتن آخونده هستن در این تعدیدی نیست بحث بحث در واقع کنش برای اون خواسته به باور من به این علت هستش که ما باید چشمندازی رو روشن از آینده به افرادی تحویل بدیم که میخوان در واقع با خیال آسوده زندگی کنند از وضعیت کنونی هم اصلا راضی نیستن اما از این میهراسند که مبادا ایران سوریه بشه چون میدونید از وضعیت کنونی بدتر جنگ داخلیه مبادا ما به دام جنگ داخلی بیافتیم مبادا برادرکشی و خواهرکشی در واقع در ایران آغاز بشه مبادا هر خونه در واقع چند تا کشته داشته باشه اگه ثبات در واقع تأمین نشه یعنی اونا ثبات میخوان اونا, اونا نمیخوام بگم به اصطلاح قطعا, قطعا شما درجاتی از ثباتی رو در پس هر تغییر بزرگی داری بدون تردید بدون تردید هزینه داره هر چیزی ولی مدیریت لازم برای مدیریت اون به اصطلاح ضربه که به ثبات کشور میخوره اون رو میخوام ببینن ارادش رو در کسانی که خواهان این تغییر بزرگ هستن تا بپیوندن در واقع به به صورت عملی به تظاهرات به همین دلیل من خواهش میکنم که ما اگر در واقع در بحث از پادشاهی خواهی جدی هستیم این بحث در واقع فکری حولش رو لازم ببینیم چون پس از سقوط جمهوری اسلامی چیزی که میتونه به کشور به باور من ثبات ببخشه ایده قدرتمند و کنشگران باورمند به اون ایده قدرتمند هستش که پیاده کنن یکی از این کمونیست های شوروی بود فکر کنم پلخانوف بود میگم من اگه 15 تا کمونیست واقعی داشتم دنیا رو فد میکردم همه دنیا رو کمونیست میکردم به باور... حالا اون اقراق میکرد و دید کمونیستی خودشون رو میگفت ولی به باور من ج... شما وقتی در واقع تعدادی از پادشاهی خواهان رو داشته باشید در قالب مجموعه ها نهادها گروها ها که اینها عمیقا باورمند باشند به سرنگونی در واقع نظام اسلامی و مهمتر از اون برآمدن یک نظم مدرن و ایرانگرا که ثبات کشور رو تعمین کنه خیلی میتونه اون جریان آدم های معمولی ایرانی رو که خانه تغییرم هستن دلگرم کنه مردم چریک نیستن مردم مبارز, مبارز نیستن مردم زندگی میخوان مردم آسودگی میخوان شما قرار نیستش که به اصطلاح همه مردم که حوصله ندارن شب و روز مبارزه کنن که میخوان زندگی کنن مبارزه رو بخشی انجام میده به اون افراد ولی باید این دلگرمی رو داد من به اصطلاح سری برم سراغ اون پرسشی که حضرت عالی در واقع مطرح کرده بودید بحث تو بحث در واقع به وجود میاد ببینید شما پرسشتون در واقع این بودش که به اصطلاح اگر اشتباه نکنم بین ملیگرایی و مدرنیته چه پیوندی وجود داره که حالا به اصطلاح پادشاهی این بحث رو مطرح میکنن دوست عزیز من شما برای مدرنیزاسیون و ایجاد به اصطلاح ایجاد یا تقویت شاخصه های مدرنیته در کشور نیازمند دولت مدرن هستید و دولت مدرن یعنی دولت مقتدر یک بار یک چی میگفتش که بله ما مثلا اگر میخواییم مدرن بشیم باید به اصطلاح این نمیدونم با این داشت از محمد شاه پهلوی انتقاد میکرد بابت اینکه که به اصطلاح ارتش قدرتمند تشکیل داده بود و میگفتش که این با مدرنیته و تجدد جور در نمیاد من ازش تو توییتر بود پرسیدم گفتم که پس چرا مدرن ترین دولت های دنیا قدرتمندترین ترین ارتش های دنیا رو داره؟ چرا مدرن ترین دولت های دنیا قدرتمندترین ترین سازمان های امنیتی دنیا رو دارن سازمان های امنیتی قدرتمند چی چ... هستن CIA به MI6 نمیدونم سازمان امنیتی فرانسه سازمان کادر امنیتی آلمان همین تو خاورمیانه خودمون موساد اسرائیل اینا, اینا سازمان قدرتمند امنیتی در دنیا هستن دیگه ولی در عین حال همشون هم کشورها و دموکراتیک ترین کشورهای دنیا هستن اسرائیل دموکراتیک ترین کشور خاورمیانه است قدرتمندترین ارتش خاورمیانه را هم داره آمریکا قدرتمندترین ارتش جهان رو داره یکی از بهترین دموکراسی های دنیا هم هست قدرتمندترین سازمان امنیتی دنیا رو هم داره میبینی اقتدار با آزادی در تعارض نیست اقتدار پشتوانه اون آزادیه شما اگه میخوای از آزادی حفاظت کنید تازه اونم در کشوری مثل ایران که ارتجاع سرخ از در و دیوارش بالا میره خیلی ارتجاع سرخ رو به خام خمینی تو سال 57 میبندن نه ارتجاع سرخ در ایران سابقه طولانی داره من یک بار توی برنامه تلویزیونی گفته بودم هم ب... توی ببخشید توی برنامه یوتیوبی بود توی سخنانی یوتیوبی بود گفته بودم گفته بودم شما برید این جزوه نواب صفوی تو دهه 20 میلادی یعنی سی سی و خورده سال قبل از سی چهر سال قبل از انقلاب پنج و هفت شما برید اون جزبه رو بخونید اسم جزبه دقیقا یادم نمیاد حقیقت اسلام چنین چیزی بود برید اون جزبه رو بخونید دقیقا در اون جزبه هجاب رو اجباری میخواد برای همه زنها دقیقا در اون جزبه خواستار نماز جمعه میشه برگزاری نماز جمعه در همه شهرها میشه دقیقا در اون جزبه خواستار برچیده شدن مشروبات الکلی و اینها میشه و دقیقا در همون جزبه نباب صفوی به اقتصاد میگه علم حق بازی شما وقتی به خمینی نگاه میکنی میبینید دقیقا خواستای نباب رو برآورده کرد هجاب رو اجباری کرد نماز جمعه در واقع در همه شهرها برپا شد اومد گفت اقتصاد مال خره نمیدونم به اصطلاح مشروبات الکلی رو جمع کرده این نشون میده خمینی یکی از به تعبیر فرنگی ها ایجنت های ارتجاع سیاه بود خمینی مبده ارتجاء سیاه نبود مرتجان سیاه همون کسانی بودن که میرزا حسن رو از تبریز فراری میدادن به تهران از تهران فراری میدادن به مشهد دوباره از مشهد به کجا مرتجان سیاه کسانی بودن که در دوره مشروطیت مدرسه های مدرن در واقع میرزا حسن رو سر میرزا حسن خراب میکردن مرتجانسی ها اونها بودن مرتجانسی ها اونهایی بودن که در واقع بهایان رو میکشتن و یا بادارشون میکردن در واقع مسلمان بشن مرتجانسی اون این قبل از خمینی بود شما برای مهار مرتجانسی ها نیازمند دولت مختدر و مدرن هستی نیازمند اقتدار هستی اون اقتدار باید از شمای شروین محافظت کنه که مثل دهه هفتاد خورشیدی ایران وقتی مثل الان که کراوات در واقع بستی میری تو خیابون این کراوات رو در واقع نگیرن و از به از دور در پیرنت خارج نکنه یا شلوار یا مثل من که الان شلوار جین پوشیدم شلوار جین منو جر ندن اقتدار دولتی برای حمایت از کراوات پوشیدن تو و شلوار جین پوشیدن منه اینجاست که در واقع شما میبینید دموکراتیک ترین کشورهای دنیا قدرتمندترین سازمان های امنیتی دنیا رو هم دارن و قدرتمندترین پلیس های دنیا رو هم دارن اجازه نمیدن در واقع حقوق مردم زایل بشه اون اقتدار برای در واقع پدافند از حقوق شهروندیه اینجاست که شما اگه میگی امر ملی چه نسبتی داره با امر مدرن و ما چجوری در واقع میتونیم این دوتا رو پیوند بدیم با همین تحلیل که شما برای مدرنیزیشن نیازمند دولت مدرن هستی و برای ایجاد در واقع دولت مدرن و دولت مدرن شاخصش در واقع اقتداره و نکته مهم اینجا حالا اینجاست که دولت مدرن در کنار دولت مدرن و مختدر در کنار پدافند از حقوق شهروندی برای اینکه بتونه به اصطلاح اون اقتدار رو در سطح کشور برقرار کنه نیازمند تمرکزه نیازمند ایجاد تمرکزه و تمرکز صرفا امری سخت افزاری نیست بلکه امری نرم افزاری هم هستش شما باید به تعبیر در واقع این مدده دلها رو ببری سمت امر ملی فقط جواب نمیده که به اصطلاحی بزنی تو سر من بگی تو باید شهروند ایران باشی تو حق نداری علیه منافع ملی اقدام کنی تو حق نداری علیه امنیت ملی اقدام کنی بلکه در یک ای من به عنوان کسی که در ایران به دنیا میام باید به شهروندی ایران به شهروند ایران بودن خودم بنازم و افتخار کنم و خودم ایجنت دولت مختدر و مدرن بالا سر خودم باشم برای پدافنده از امر ملی پروژه رزاشایی دقیقا همین بود پروژه محمد رزاشا دقیقا همین بود به همین دلیل که شما میبینید به اصطلاح امر ملی و به اصطلاح امر مدرن در پهلوی به هم میرسند اینها رو تو نمیتونی از هم تفکیک کنی به همین علت هستش که ب... رهبران در واقع تجزیه طلبی در ایران دوره پهلوی فرزندانشون همه خواستار رو برگشت به ایران بودن شما پیشوری رو نگاه کنید خانوم همسرشون نامه می نویسن و به اصطلاح با, با،, پسرشون پیشوری که خودش پیشوری رو در باکو کشتن بعد از فرار از ایران ولی همسرش با فرزندش داریوش میخوان برگردن ایران یا کسانی دیگر رو نگاه کنید فرزند قاضی محمد به اصطلاح تزیه طلبی که میخواست کردستان رو به استر جمهوری مهاباد رو تشکیل داده بود یا فرزند شیخ خزعل فرزند شیخ خزعل که خوزستان رو در واقع میخواست یعنی یعنی شیخ خزعل میخواست خوزستان رو جدا کنه فرزند شیخ خزعل آجودان محمد رضا پهلوی بود شما به خاطر همینه میبینید که همه این به اصطلاح کمونیستا و کنفدراسیونی ها میرفتن در واقع بیرون کشور برای تحصیلات اگه حراس از بازداشت نداشتن به خاطر کارهای تروریستی همه برمیگشتن یعنی همه برمیگشتن من حقوق خوبی در واقع حالا از طرف دولت کمک خوبی هم میگرفتن به عنوان دانشجو استخدام هم میشدن در سازمان های در واقع دولتی و اون ببین اینجاست که امر ملی و امر مدرن که در هم به اصطلاح تلفیق میشن دشمن تو هم میخواد در کشوری زندگی کنه که به تو درست کردی ولی الان دوستداران جمهوری اسلامی هم از ایران فرار میکنه بچه های خودشون نمیخوان تو ایرانی که اینا درست کردن بمونن میدونید خیلی مهمه امر مدرن از امر ملی در واقع بخواد تفکیک بشه تو کشور رو به فضاحت میکشونی و به اصطلاح به،, به،, به جایی میرسونی که فرزندان خودت نمیخوان در جایی که تو درست کردی زندگی کنن الان من امریکا هستم شما برید ببینید خیلی از این کسانی که به اصطلاح وابستگان به این رژیم هستن اینجا میچرخند یا به ویژه تو کانادا در واقع اونجا میچرخن زندگی آقا شما اینجا چیکار میکنید شما که دوستار اون رژیم هستید خب من علیرضا کیانی 88 بازداشت شدم 89 بازداشت شدن برای من نمیدونم چرا زندان بریدین از دانشگاه من انداختیم بیرون من اومدم در واقع بیرون تو اینجا چی کار میکنی؟ تو که برگردی به اصطلاح به همه چی جواب بده به من اگه میخوای به من بگی که اون کشور برای تو جای زندگی نیست من میگم پس همراه من باش اگه دستت به جنایت آلوده نیست اگه در واقع در فساد در در فسادی که پدران و مادران تو نقش داشتن در واقع نقش نداری همراه من باش تو به اختیار خودت فرزند اون جنایتکار نشدی تو به اختیار خودت فرزند آخوند نشدی میتونی ولی در واقع به اختیار خودت علیه جنایتی که پدر در واقع رو... روحانی حالا روحانی که چه ارز کنم پدر محمم تو آفریده یا پدر پاسدار تو آفریده اقدام کنیم ما شخصیتی مثل احمد رضایی رو از یاد نبریم فرزند محسن رضایی بود 20 سال پیش احمد رضایی گفتگوش در یوتیوب هست حرفهایی رو میزد در دفاع از پادشاهی پهلوی که خیلی تازه امروز بهش رسیدن احمد رضایی فرزند جنایتکاری به نام محسن رضایی بود من من برخلاف این من صادقانه اینجا میگم من با این عبارت بچه آخون مشکل دارم آقا من که نخواستم بچه آخون بشم که من به اصطلاح پدر من یه شبی خوابید پدر ما از غذا آخون بود یه شبی خوابید به اصطلاح ما هم شکل گرفتیم یه دفعه چش باز کردیم دیدیم بچه آخون هستیم ولی من میتونم انتخاب کنم که اگر پدر من یک آخوند جنایتکاریه از به اصطلاح ازش تبری بجویم و بگم که آقا من متعلق به تو نیستم نسبت عاطفی تعیین کننده نسبت فکری نیست چون در واقع تو به من تعلق خاطر داری به عنوان فرزند به این معنا نیست که من باید به فکر تو تعلق خاطر داشته باشم این نکته مهمی هستش و من فکر میکنم که به اصطلاح برگردیم سر همون بس این امر ملی و امر مدرن پیوند این دو در دوره رضا رز به نظر من تحقق عینی خودش رو به صورت کامل داشت به همین دلیل بود که شما ببینید آزادی زنان رو ما به صورت عینی در دوره رضا داریم تأسیس کرد آزادی زن رو تأسیس کرد و اگر رضاشاه نبود مطمئن باشید تا سالهای سال کسی نمیتونست چاخچور رو از روبنده رو از زنای ایرانی برداره آخوند اجازه نمیداد ارتجای سیاه اجازه نمیداد همین الان شما تصور کنید اینا اجازه نمیدن دخترو دو چرخ سواری کنن در سال 2023 خود خامنه ای فتوا داده گفته نباید در مراکز و معابر عمومی دو چرخ سواری کنن شما فکر میکنید اگر اقتدار و اراده رضا نبود آخوند اجازه میداد که زن در واقع بیاد توی عرصه بیاد تو جامعه به همین علت هستش من امر م... و اون اقتدار نیازمند تمرکزه و همونطور که گفتم تمرکز صرفا در واقع سخت نیست بله بخشش ارتش بخشش جاندارمریه بخشش پلیس ولی بخشش هم در واقع این که تو از هان رو ببری سمت امر ملی جوونهای کشور باید نسبت به امر ملی آگاه بشن باورمند بشن و اونها خودشون حامیان امر ملی باشند و به اصطلاح چون که الان خوشبختانه از همون میراث پادشاهی پهلوی در دفاع از امر ملی هستش که شما میبینید الان خیلی از جوانای ایرانی میهم پرستن من البته میهم پرستی ایرانی ایرانی ها رو صرفا میراث پهلوی نمیدونم پهلوی در بارور کردنش بسیار نقش داشت پیش از در همونطور که گفتم ریشه های میهم پرستی ایرانی به عصر ناصری برمیگرده اونجاست که در واقع به, صلاح... به صورت فکری ها یعنی به صورت مدرنش وگرنه خود امر میهم پرستانه رو ما داریم در وجود کسانی مثل نادر نا، ن... نادرچای پهلوی که در واقع ایران رو دوباره متحد کرد و بخشهایی از ایران رو که عملا عثمانی اشغال کرده بود پس گرفت البته جای دیگه از ایران رو شما خیلی خوش هم هستین تمام سوالهایی که من جلو روم گذاشتم همه خودتون دارین میگین یکی یکی اتفاقا به عنوان پرسش پایانی در این جلسه من میخواستم از شما بپرسم که اگر جامعه سیاسی سعی کنه که بدون توجه به ریشه های ملی به سمت مدرنیته حرکت کنه شما چه عاقبتی رو برای چنین حرکاتی متصور هستیم؟ باقلاده یعنی دقیقا چیزی که دقت کردید که این آخوندو از وقتی بحث هوش مصنوعی مطرح شده رفتن خوش مصنوعی در خوش هوش مصنوعی حرف میزنن و از نخستین کارهایی که میخوان باش انجام بدن اینه که برن این خانومایی که پوشش اجباری رو از سرشون برمیدارن شناسایی کنن و براشون جریمه بفرستن ببین اتفاقا آخونده خیلی خوششون میاد از مدرنیزاسیون از المانهای های تجدد از تکنولوژی مدرن خیلی خوششون میاد ولی وقتی در واقع امر ملی امر ملی که دارم میگم در واقع یعنی از جمله اشراف به حق مداری شهروندان ایرانی وقتی با اون پیوند نداشته باشه میتونه از اون تکنولوژی به عنوان ابزار جنایت استفاده کنه چنان که در واقع این رژیم هیتلری نمونه عالی این مسئله است کسانی که در رژیم هیتلری در واقع فعالیت میکردن بعضا در واقع آدم های بسیار برجسته بودن از لحاظ در واقع علمی ولی آدم های بسیار جنایتکاری بودن بخشی از شهروندان آلمان رو به صرف اینکه یهودی بودن یا بگراند یهودی بودن نه تنها از حقوق شهروندی محروم کرده بودند بلکه به اصطلاح اینها رو می بردن تو کوره های آدم سوزی وقتی در واقع امر ملی که در دنیای مدرن پیوند خورده است با حقوق شهروندان این دوتا هم دیگه پیون نداشته باشه این دوتا در واقع در پیون نباشه با امر مدرن امر مدرن میتونه جنایت بیافرینه اتفاقا من من در مورد ایران بخوایم مشخصا حرف بزنیم به نظر من شما اگر ایرانیت و ملیت رو در واقع پس بزنید جا رو برای ایدئولوژی باز میکنید و این بسیار خطرناکه در واقع اون چیزی که میتونه اتفاقا تنور رو نهادینه کنه در کشور کس رو در کشور نهادینه کنه حقوق شهروندی ایرانی ها فارغ از اینکه طرف ترکی حرف میزنه کردی حرف میزنه نمیدونم فارسی در واقع حرف میزنه بهایی مسلمون بی خداست اصلا در واقع شب و روز به پیغمبر مسلمون ها فش میده یا در واقع شب و روز داره به اصطلاح آرزوی ظهور مهدی رو داره حالا هر, هر کسی هست وقتی حقوق شهروندی داره و تا وقتی نخواد باور خودش رو و انتخاب خودش رو بر کسی تحمیل کنه دولت موظف در واقع به دفاع از حقوق شهروندی این فرده این و این تنوع و تکسره ایدئولوژی اما تنوع و تکسر رو بر نمیتابه و اتفاقا اگر ما مدام در مورد هخامنشی ها حرف میزنیم البته من که خودم در واقع واقعا دارم میگم دانش آموز و درس آموز کسانی هستم که در مورد این مسائل حرف میزنن من به سهم خودم در واقع تلاش میکنم که این بحث ها رو در پلتفرم های محبوب خودم مثل همین فریدون که اشاره کردی اول که من افتخار دارم در واقع در اونجا یه سری کارها رو کمک میکنم و عنوان سردبیر هستم اونجا اون مباحث رو در حد سهم خودمون باستاب بدیم و اگه ما مدام در واقع تلاش میکنیم در فریدون بحث تاریخی رو تقویت کنیم برای فرار از ایدولوژیه برای تضعیف ایدولوژیه الان اون چیزی که من و شمای ایرانی رو به این بلیه در واقع مبتلا کرده به این وضعیت مبتلا کرده ایدئولوژی در واقع اسلامگراه اسلام هاست خود اسلام که سالها بود در این کشور بود پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی که اصلا باورهای اسلامی داشت ولی محمد رضا شاه پهلوی بلد بود که دیانت رو در سیاست دخیل نکنه چون قبول نداشت برخلاف اون محملی که سید حسن مدرس میگفت دیانت ما این سیاست ماست نه دیانت ما چه رفتی به سیاست ما داره اتفاقا رضا شام خوب زد تو دهن امثال مدرس رضا شام شما هیچ وقت نمیبینید که به اصطلاح تو یک سخنرانی از رضا پیدا نمیکنید که به اسلام فوش داده باشه بلکه با اس... نسبت به اسلام با احترام حرف میزنن ولی همین رضا بزرگترین تو دهنی رو با ها زد به خاطر همین هستش که من فکر میکنم اون چیزی که به ما ضربه میزنه اسلام گراییه بگه اسلام رو کسی میخواد مسلمون باشه تو خونه نباشه اون در واقع به ما نداره ایدئولوژی و تاریخ تو زدیت با یکدیگه تعریف میشن و این ایدئولوژی هستش که چشم دیدن امر واقعی که همون امر تاریخی باشه رو نداره و من فکر میکنم که به اصطلاح باید ایدئولوژی اندیشی رو زدود و طبعات فکر ایدئولوژیک زمانی زدوده میشه که ما ایران رو در صورت تاریخی اون ببینیم و به اصطلاح این گونه هم نیستش که این صرفا به قول معروف تجلیل از ایران باشه نه ایران رو در یک واقعیت ببین در یک پکیج واقعی ببین ایران در کنار شکوه رضا زشتی فتلی شاهی هم داره ایران در کنار به اصطلاح اقتدار شاه عباسی ضعف در واقع سلطان حسین صفوی رو هم داره نه ایران رو در این پکیج ببین تداوم مفهومی این ولی با خیال اهل ایدولوژی در واقع جور در نمیاد به نظر منم خود پنج و هفت بزرگترین ضربه ای بود که ایدئولوژی به ما زد و دقت که بکنید به پنج و هفتی چه ورژن ارتجاع سیاه و چه ورژن ارتجاع سرخ دقت میکنید که اینا هیچ کدومشون نسبت عاطفی با ایران نداشتن شما تمام شعارهای کمونیست ها و چپ ها در تمام شقوقش رو بیار تمام شعارهای اسلام گراها از میانه رو کند رو تند رو ب... یک شعار پیدا نمیکنه که درش نام ایران باشه شاپور وقتیار همون موقع میگو میگو من از اینها میترسم اینا, می اینا چرا هیچ کدوم پرچم ایران دستشون نیست اینا بیخود نیست من اینجاست دارم میگم ایدئولوژی در زدیت در واقع با امر واقع و امر تاریخی هستش که در واقع همون بحث ایران باشش من فکر کنم که به خاطر همین ما باید حتما و حتما وقتی میخوایم با نسبت خودمون رو با و هفت روشن،, روشن کنیم در واقع نسبت امر تاریخی و نسبت در واقع ایرانیت رو داریم با ایدئولوژی روشن میکنیم با ایدئولوژی کمونیستی با ایدئولوژی نمیدونم اسلام گرایانه و ایدئولوژی که امروز هستن همین ایدئولوژی های قوم اینایی که دنبال این هستن نمیدونم کردستان رو به قول معروف بگیرن جدا کنن ببرن خواستم کجا میخوای بریم مگه به اصطلاح ب... 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 این راجع به گوشه گوشه خاک مملکت همه ایرانیا باید نظر بدن یا نمیدونم میخوام بگم نمیدونم خوزستان فلان این حرفا که اتفاقا یکی از بزرگترین تجزیه طلب های بزرگترین ایده های تجزیه طلبی رو خود همین رژیم حاکم به اصطلاح چیز میکنه ما فراموش نکردیم همون اخوندی که توی دستگاه فکر کنم اطلاعات سپاه بود که میگفتش که سوریه از خوزستان مهمتره برای ما و به این خودش در واقع یه آدم تجزیه طلبیه یعنی که یعنی این حرف یعنی چی یعنی این حرفی ناظریم خوزستان رو بدیم سوریه رو ندیم یعنی این, نگاهیه که در واقع از ایدولوژی بیرون میاد چه ربطی به ایدولوژی داره ایدئولوژی امتگرا میخواد محور مقاومت رو حفظ کنه مقابل در واقع اسرائیلی ها و به خاطر همین حاضر خوزستان رو بده ولی سوریه رو نگه داره که بتونه در واقع سلاح برسونه به حماس و حزب الله که حماس و حزب الله در واقع اسرائیل رو به قول معروف آزار و اذیت کنن که تمایلات یهودی ستیزانه و اسرائیل ستیزانه این افراد در واقع ارضا بشه برای فرار از امر ایدولوژیک و پنج هفت دوستان من ما باید به تاریخ ایران پناه ببریم باید به تاریخ ایران رو بازخانی کنیم و شکوهش رو ببینیم ضعفش رو ببینیم و تلاش کنیم در واقع با در ساموزی از اون نقاط شکوه من اونها رو بیاریم و در قالب امر مینی در قالب به قول معروف امر مدرن در دنیای امروز خودمون محقق کنیم برای این کار در درجه اول نیازمند همبستگی بین تمام ایرانی ها هستیم برای کنار زدن جمهوری اسلامی از از شما جناب کیانی که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید از شنوندگان و بینندگان گرامی هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودن